درود و شالوم خداوند با همه شما همراهان عزیز. خب کتاب رازگاهان رو گفتم قراره با هم دیگه شروع کنیم بخوندن و روز اول ما را تعلیم ده تا ایام خود را بشماریم. مزمور 90 آیه 12. در این کتاب اینطور نوشته شده: یه آمریکایی دوستش رو که به تازگی از تایلند وارد این کشور شده بود به تعجیل وادار به دویدن میکنه تا به اتوبوس برسن. هنگامی که در اتوبوس جای گرفتن، آمریکایی با خوشحالی میگه 3 دقیقه در وقتمون صرف جویی شد. مرد تایلندی میپرسه: قصد داری با این 3 دقیقه چی کار کنی؟ مردم در کشورهای پیشرفته غربی پاسخی برای این سوال ندارن. من و شما چی؟ آیا پاسخی داریم؟ نسل ما راه رفتن رو فراموش کرده و فقط و فقط میخواد بدوه. عیسی مسیح هرگز ندوید. اون فقط راه رفت. در روزگار او عرابه، اسب و شتر برای تردد وجود داشت. اما در هیچ جا نخوندیم که او از اونا استفاده کنه. چون این آمده که او فقط 1 بار پیاده راه نرفت و اون هم هنگامی بود که سوار بر حیوانی شد که حتی آهسته تر از گامهای انسان حرکت میکنه. صرفه‌جویی در وقت نیکوه. هر دقیقه گوهریه. اما غالبا خیلی دیر به ارزش اون پی میبریم. حکایتیه که میگه مردی یه شب در کنار رودخانه راه میرفت. تصادفاً به خورجین کوچیکی برخورد میکنه که پر از سنگ بود. پس اون رو بر میداره و برای وقت گذرونی هر چند گامی که بر میداشت یکی از اون سنگا رو پرت میکرد داخل رودخانه و با شنیدن صدای چلپ چلپ آب سرگرم میشد. هنگامی که به خونه رسید تنها 2 تا سنگ توی خورجینش باقی مونده بود و اونها الماس بودن. ما میدویم تا در وقتمون صرف جویی کنیم. اونگاه اون چه رو که به دست آوردیم در فعالیت‌ها، گفتگوها و سرگرمی‌های بیهوده تلف می‌کنیم. یک صندوقدار باید برای هر ریالی که از میون دستاش میگذره حساب پس بده. انسانی که 70 سال زندگی کرده باید در حضور خدا در قبال 37 میلیون دقیقهی که سپری کرده جوابگو باشه. ما چطور؟ آیا ما جوابگوی خداوند هستیم برای اون لحظاتی که سپری میکنیم یا نه؟ دوست دارم که شما هم عزیزان تفکر کنین در مورد این چیزی که الان خوندم و میتونین نظرات خودتون رو کامنت کنین که نظرتون چی بود در مورد این قسمت از کلام خداوند. در مزمور 90 آیه 12 دوباره تکرار میکنم، میگه ما را تعلیم بده تا ایام خود را بشماریم. این ایام رو چطوری استفاده میکنیم؟ برکت خداوند با همه شما عزیزان باشه. تا یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.